با درود خدمت یکایک که شما بینندگان و سروران گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما در روز سه‌شنبه 3 خرداد ماه برابر با 20 ماه جون یا جوان. در برنامه بازشناسی باورها که از ابتدا طرح مسئله کردیم و آن اینکه اگر امروز در وضعیتی قرار داریم که مشکلات عدیده‌ای بر ما بار هست، ما حاصل اندیشه هاست که به عمل در میاد و طبیعتا ما در امور مختلف از سیاست گرفته تا اخلاق اجتماعی و خانوادگی و حتی بسیاری از امور حقوقی و مدنی دچار اون خواهیم، آن چیزی که فرهنگ اجتماعی و مدنی ما رو تشکیل و برای همین قطعا نیاز به بازشناسی بسیاری از این باورها داریم که از منظر خودمون اون رو بدیهی می‌بینیم، نیاز به بازنگری نیست. اما آنچه که در جوامع مدرن گذشته یک بازنگری نسبت به بدیهیاتی بوده که از سوی اونها مورد نظر قرار داره، بازنگری نسبت به خود انسان، معرفت و دانش انسان، امور و پدیده‌های طبیعی و اجتماعی. بنابراین ما سعی کردیم نشان بدیم چه عواملی تاثیرگذار بودن بر ساخت این انسانی که ما امروزه از اون به عنوان یک ایرانی نام. در بحث اول به مسائلی مثل سنت پرداختیم که تلفیقی بود از سنت‌های ایران باستان، سنت‌های اسلامی و دینی، سنت‌هایی که از طریق فلسفه یونانی به ایران وارد شد و آن چیزی که در برابر سنت قرار گرفت، یعنی مفاهیم مدرن و ارزش‌های مدرن. در جلسه دوم بحث ما این بود که دین و دیانت به عنوان یگانه مؤلفه قدرتمند فرهنگ، که البته مؤلفه های دیگر هم فرهنگ ساز هستند، چه اندازه در ما تأثیر گذاشته. جامعه دینی ما، انسانهای دینی ما چگونه رفتارها و کنش خودشون رو بر اساس اون تنظیم کرد. امروز به یک مسئله مهمی خواهیم پرداخت و آن بحث حکومت، حکمرانی، حاکمان و حکومت به عنوان مؤلفه بسیار مهم که در فرهنگ ما، در ساخت اجتماعی ما تاثیرگذار بود. چه بستری بوده، چه ساختاری ایجاد شده و ما در عنوان یک ایرانی چگونه با این حکومت کنار آمدیم و حکومت ما رو به عنوان یک شهروند یا رعیت یا مؤمن یا هر عنوان دیگر چگونه به بازی گرفته بود. بنابراین طبیعی است که حکومت ها هم سعی می کنن فرهنگ خودشون رو یا بسازن یا اون رو که ساخته هست به نحوی برای بسط قدرت خودشون به کار بگیرن. خب این مؤلفه ها بسیار مهمند و حتی امروز هم وجود داره. روابط بین یک انسان و حاکم و حکمرانی و سیاست رو چه کسی تعیین می کنه؟ آیا انسان در برابر حاکم تابق النعل به نعل مطیع هست یا نه؟ توانایی دخل و تصرف در امر سیاسی رو هم داره. آیا حکومت در برابر جهانی که امروز ما مشاهده می‌کنیم و امر جهانی شدن میتونه در خودش فرو بره، مرزها رو ببنده، نسبت به مناسبات جهانی بی‌اعتنا باشه یا نه؟ بنابراین بحث حکومت امر بسیار مهم است، چون حکومت‌ها هم ساختار و نهاد ایجاد می‌کنن و هم سعی می‌کنن از طریق اون نهادها و ساختارها بست و استیلای خودشون رو به جامعه حاکم بکنن. همیشه این سوال بوده که چگونه انسانهای محدودی به عنوان مستبد یا حاکم یا دیکتاتور یا خلیفه توانستن بر خیلی عظیمی از مردم حکومت کنن. شما امروز هم اگر نگاه بکنی جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش شاید از 400-500 هزار نفر بیشتر نباشه، در حد بالای اون، و کسانی که به پای این نظام هم خواهند بود حتی از این هم کمتر باشه. اما چگونه بر 80 میلیون ایرانی حکومت می یا چرا در جوامع میلیون ها انسان تحت زعامت و حکمرانی و اوامر یک حاکمی قرار گرفت که شاید تعداد نیروهای او خیلی کم. بسیاری از اندیشمندان حوزه فلسفه و جامعه شناسی به این مسئله عنایت داشتند که یک مکانیزمی وجود دارد برای اینکه عده‌ای معدود
بتوانند بر یک خیل عظیمی حکومت کنند و برای مدت زمانی چند صد ساله بتوانند امور خودشون رو اداره کنند. شما برگردید به دوران قاجار و میدانید قاجار یک ایلی بود، چندان هم قدرت نداشت. چگونه توانست به مدت 101 سال بر مردم سرزمین حکومت کنه با همه اون ایرادات حکمرانی خودش؟ چه چیزی مانع از این میشد که مردم حکومت رو بندازن، در برابر او قرار بگیرن؟ بنابراین شناخت امر سیاسی، حاکمان و مردم و همینطور نخبگان سیاست و نخبگان مردم اهمیت داره. امروز که مناسبات جهانی هم وارد معادلات ما شد، این گونه نیست که یک حکومت بتواند از همه ظرفیت های خودش استفاده بود که من عرض کردم در نوبت بعد در برنامه پیشین اشاره کردیم. اگر جمهوری اسلامی مناسبات بین المللی نبود، دست گشادی در خونریزی های بیشتر داشت، در نوع نگاه طالبانی و داعشی داشت، چون همین مؤلفه ها رو در درون فرهنگ دینی خودش داره. اما الزامات و قواعد حقوق بین الملل و مناسبات سیاسی دنیا اجازه نمیده که اون بخواد هر کاری رو انجام بده. بنابراین شناخت حکومت، حاکمان، دولت امر بسیار مهم نیست و سبب میشه ما نگاه دقیق تری به مسائل پیرامون خودمون داشته باشیم. اولین مؤلفه ای که همیشه در تاریخ سیاسی و اجتماعی ما وجود داشته و نسبت به حاکمان جاری و ساری بوده، قدسی بودن حاکمان، یعنی حاکمانی که از یک درجه تقدس برخوردارند و شما هر چقدر عقب بروید میبینید حاکمان خودشون رو نمایندگان خورشید، نمایندگان خدا، دارای فره ایزدی، حمایت شده از سوی اهورامزدا، و در اسلام هم خلفا همچین جایگاهی برای خودشون قائل. در درون ادبیات کلامی شیعه و فقه شیعه، خب شما میدانید جایگاه قدسی امام بسیار برجسته است، او منصوب از جانب خداست، دارای اوصاف ویژه است مثل عصمت، علم لدنی، که دسترسی انسان ها به او محدود میکنه، تالی نبوت. در درون این قدسی سازی جایگاه و مقام یک حاکم با عناوین مختلف از پادشاه گرفته تا خلیفه و امام، طبیعی است که مردم خودشون رو مستأصل میبینن، چون او رو در یک جایگاه برجسته میبینن که نمیشه بر او دخل و تصرف کرد، نمیشه او رو از کار برکنار کرد. در ادبیات اسلامی هم همین گونه است. زمانی که افراد بر عثمان شوریدن، وقتی او اشاره کرد که میخواد از کار برکنار بشه، دی مثل عبدالله ابن عمر و دیگران به او گفتن ردایی رو که خدا بر تو پوشانده، تو نباید به خواست خلق از تنت بیرون بیاورد. این لباس دارای تقدسی میشه، آن صندلی، آن جایگاه، آن تاج دارای تقدسی میشه که گویی برای انسانهای خاصی. جایگاه رفیع اون پادشاه باعث میشه که انسان ها فکر نکنن میتونن اون رو بردارن و یکی از خودشون رو برن جایگاه بدن. در درون این فرهنگ نزدیکان آن شخص حاکم هم دارای جایگاه میشن، برجسته میشن، از فرزندان گرفته تا خویشاوندان، که بعدا نظام هایی که بر اساس پاتریمونیالیسم سنتی هستن بر همون مدار. دومین ویژگی این حکومت هایی که بر ما حکومت کردن تقدس احکام اونها بود. جدای از اون که اونها خودشون هم دارای تقدس بودن، فرمان اونها دارای تقدس بود. وقتی سخن از قلم رو هست، یعنی جایی که قلم به معنای فرمان حاکمی، یعنی یک محیط جغرافیایی که در اون حاکمان میتوان فرامین خودشون رو بنویسن و ابداع، و این فرامین دارای تقدس، با اینکه از نیات یک شخص بیرون آمده اما دارای تقدس. در ذیل این تقدس هست که شما رعیت رو میبینید، مؤمن رو میبینید، یعنی کسانی که ایمان دارن، کسانی که اطاعت کنید، و مفهوم شهروندی وجود نداره، یعنی انسان ها احساس بکنن که ما شهروندی حق داریم نسبت به سرنوشت خود تصمیم بگیریم، امر و نهی بکنیم. شما این رو در دوران
قاجار که به دوران ما هم نزدیکی به راحتی میشه ببینید، پادشاهان قاجاری که نسبت به شکایات مردم چه نگاهی داشتند و اونها رو رعیت و قابل دانستن که عریضه‌ای بنویسند و مسائلی از این دست نمی‌نویسند. در درون فرهنگ دینی که از زمان اسلام وارد شد و امروز هم جزئی از فرهنگ ما شده، همین احکام دارای تقدس، همین فرامین هم دارای تقدس. اگر به عنوان حجاب آدم میکشند، اگر با شرب خمر انسان رو حد میزنند، اگر با روابط جنسی تحت عنوان زنا افراد رو یا سنگسار میکنند یا شلاق میزنند بسته به موردش، حاکی از همون تقدس احکام، احکامی که خدا داده هیچ تغییرم در اون نمیشه، احکامی که منبعث از سنت رسول هیچ تغییری نمیشه در اون. این تقدس احکام هست که جنبه تغییر ناپذیری رو ایجاد کنه و زمانی که تغییر ناپذیری وجود داشته باشه آزادی معنا نداره. این دیدگاه آی برلین بر همین اساس که جایی که احکام قطعی هست و شما نمیتونید اون رو تغییر بدید دیگه آزادی معنا نداره. من زمانی آزادم که میتونم قوانین و احکام تغییر بدم، ولی وقتی قوانین از قبل برای من صادر شده، جهت من رو مشخص کرده، هدف رو مشخص کرده، دیگه من انسان به عنوان رعیت یا مؤمن فقط باید اطاعت بکنم، ایمان بیاورم. در ذیل همین مسئله من یک مغالطه ای رو هم بد نمیبینم که معرفی بکنم، با آن مغالطه توسل به قانون. خب میدانیم قانون یک امر محترمی است، به خصوص در میان انسانهای پس از دوران روشنگری، چون قبل از آن امور بیشتر جنبه حکمی داشت، دستوری داشت. حتی اگر هم شما به دوران عثمانی نگاه بکنید، امر تنظیمات امری بود که حاکم عثمانی، سلطان عثمانی احساس میکرد که جامعه خوب اداره نمیشه. برای این کار یک شورایی، یک مشاورانی رو ترتیب داده بود، یک نظامی رو هم سازمان داده بود به عنوان یک احکام، اما این احکام هم از اون مراجع بالا میاد و مردم نقشی در اون تصویب قوانین و مسائلی از این دست نداشت. ما از آن بستری که به احکام مربوط بود وارد بحث قانون گذاری شد، یعنی اغلای جامعه، خردورزانی از میان مردم بنشینند، صلاح و مصلحت مردم رو تشخیص بدن و در یک سند محترمی به نام قانون، حالا چه قانون اساسی چه قوانین موضوعه و زیرمجموعه اون قانون، از قانون مدنی و قانون کیفری و قانون جزایی و قانون تجارت و مسائل دیگر بیاد. وقتی ما وارد اصل قانون شدیم، فهمیدیم که انسان‌ها دارای خرد هستند، دارای اندیشه هستند و می‌توانند صلاح و مصلحت خودشون رو بهتر از یک نفر، یعنی حاکم، دیکتاتور یا مستبد، و بهتر از یک گروه، اون اولیگارش، اون نیروهایی که در کنار حاکم هستند و به اون مشورت میدن، امور خودش رو تنظیم. وقتی ما این رو دانستیم، وارد دموکراسی شد، مجلسی رو تشکیل دادیم که اغلای مردم اونجا بنشینن و قوانین منبعث از اراده مردم رو انشاء بکنن و نسل بعد و گروه های بعد بتونن اون رو تغییر بدن. اساس آزادی انسان ها در همین که حاکم بر سرنوشت خودشون باشه، و این رو در دموکراسی به عنوان یک شیوه امر سیاسی و مدنی نشان. این قانون محترم در این میان یک سوء استفاده رخ داد، و اون اینکه دیکتاتورها هم یاد گرفتن که از عنوان قانون و احترام قانون استفاده بود، اما سعی کنن اون رو دور بزنن، خالی از محتوا بکنن، بدین نحو که منبعیات خودشون رو در قانون بپوشونن. یعنی آنچه که من دیکتاتور میخوام، من مستبد میخوام، به عنوان اصل اول قانون اساسی به مردم نشان، به مردم معرفی بود. یا اگر هم دیدم توانایی این کار رو ندارم، یک قیدی بر اون بزنم که باز هم اختیار در دست من باشه، که ما میبینید امروزه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم همین بود. اعتراضات و تجمعات آزاد است مگر مخل به مبانی اسلام باشه،
خب اون مخل به مبانی اسلام باشد، دیگه اون آزادی ها رو همه رو کنار میزنه، چون تشخیصش به عهده یک شورای است به نام شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، و اون شورای نگهبان رو هم رهبر، یعنی اصول قانون اساسی که در اون اگر نگاه بکنیم میبینیم آنقدر قید و بند وجود داره که دیگه نشانی از آزادی ها معنا نداره، نشانی از آزادی ها نمیبینیم در اون اصول اساسی و مهم قانون اساسی مسئله بشه. بخشیش که اساسا غیر قابل تغییر، اسلامیتش غیر قابل تغییر، بازنگری این قانون هم به عهده ولی فقیه است که حالا او باید تعیین کنه ادعی رو، تازه اگر ایشان صلاح بدانه، و این گونه یک دیکتاتور حاکم بر سرنوشت ما میشه، اما تحت عنوان قانون. هر زمان هم مردم بخوان اعتراض بکنن میگن این قانون اساسی است، این قانون مدنی ماست، این قانون مجازات اسلامی ماست، این قانون تجارت ماست، وقتی نام قانون میاد طبیعی است که بر ذهن ما اثر منفی میگذاره و فکر میکنیم دلیل موجهی است چون در قانون آمده، در حالی که در نظام های استبدادی و دیکتاتوری هیچ کدام اونها بی قانون نبودن. شما آلمان نازی رو نگاه بکنید، در ایتالیای موسولینی فاشیست نگاه بکنید، در شوروی کمونیستی نگاه بکنید، کدومی که از اینها بی قانون؟ اتفاقا قوانین بسیار سفت و سختی هم داشت، به قانون هم بسیار اهمیت میداد، اما مسئله محتوای اون قانون که در راستای آزادی های انسان نیست، در راستای آزادی های مدنی نیست که احزاب آزاد باشن، گروه ها آزاد باشن، بلکه در راستای احزاب دیکتاتور و نزدیکان اوست، اونا آزاده، حق تفسیر قانون رو دارن، حق این رو دارن که حتی نمایندگان مردم رو از طریق کانال های خاصی انتخاب بکنن، مثل همون چیزی که شما در ایران میبینید به عنوان شورای نگهبان. امروز به خصوص مسئله انقلاب در ایران یک مسئله مهمی است، یک قیامی است بر علیه قانون، به خاطر اینکه اون قانون نیست، قانونی که از دل اون نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم نیستن، نمایندگان حاکم. برای همین هیچگاه قوانینی در مورد پوشش آزاد و اختیاری تصویب نمی‌کنه، چون حاکم یک حاکم دینی است، اصول اولیه قانون اساسی التزام به شریعت و وحی لحاظ کرده، بنابراین طبیعی است مجلس قوانینی رو تصویب کنه که شورای نگهبان وقتی نظارت میکنه بتونه اون رو تایید بکنه، و اون هم قوانین شرعی است. آزادی احزاب وجود نداره، گروه‌ها وجود نداره، چون تفسیری که از اون قانون داده میشه به عهده نهادهایی است که شخص رهبر، و وقتی مردم این قانون رو قانون خودشان نمیدانند در برابر اون قیام، قیامی بر علیه قانون اساسی، قانون اساسی که تنها چیزی که نیست قانونه، بلکه کاملا تمایلات دیکتاتورها و افراد دیگر در اون نهاده شد. بنابراین اگر بسیاری از این افراد آمدن و صحبت کردن که خب قانون ماست، این در قانون ما هست، چون من دیدم خیلی از این نمایندگان جمهوری اسلامی وقتی در مورد مسائلی مثل حجاب در جهان غرب صحبت میکنن، در میان روزنامه نگاران و گروه های دیگر صحبت از این میکنن که خب این قانون ماست، مگه شما قانون ندارید؟ با کسی که متخلف از قانون باشه چگونه برخورد میکنید؟ بنابراین ما هم قانون داریم و کسانی که متخلف هستند طبیعی است که با اونها برخورد، اما مسئله مغالطاتیش در اینجاست که قانون جمهوری اسلامی قانون برآمده از خرد مردم نیست، برآمده از یک روند دموکراتیک نیست مثل جهان غرب که مردم نظر خودشون داده باشن، بلکه قانونی است با مبانی خاصی که در اون هم شریعت وجود داره و هم تفسیر دیکتاتور، مستبد، ولی فقیه و نماینده های. بنابراین تقدس احکام که از ابتدا وجود داشت و مکانیزم کنترل مردم که اگر ما خطا بکنیم، گناه بکنیم، اشتباه بکنیم، جایگاه ما علاوه بر این که در دنیا زندان هست، تعزیر هست و در آخرت و عاقبت هم خسران خواهیم دید در جهنم، این تقدس
مکانیزمی بود برای کنترل مردم جامعه. و خب طبیعی است کسی که خودش رو نماینده دین میکنه به راحتی میتونه بر گردن مردم و بر پشت مردم سوار بشه، به خصوص وقتی یگان مفسر این قوانین هم روحانیت، چیزی که اسپینوزا میگه. وقتی حق تفسیر قوانین به عهده افراد خاصی داده شد و اشاره شد که دیگران چیزی نمیفهمند، طبیعی است که اونها در راستای همین اتوریته برای خودشون جایگاه کسب، قدرت کسب. خب مردم هم که خیلی راحت میگن ما که نمیفهمیم، اونها بهتر میفهمن، اونها بهتر میدونن. بنابراین تن میدیم که نه در دنیا و نه در آخرت از زیانکاران نباشیم. در سیل تقدس حاکم و تقدس احکام، نتیجه آن رعیت شدن مرد، مؤمن شدن مرد، چون اونها هیچ وقت به اندازه اون مقام قدسی دارای جایگاه نیستن. مردمی هستن نادان که نیاز بوده خدایی، پیامبری و یک جباری بر مردم حکومت کنه که اونها رو هدایت بکنه. اساس حکومت در استبداد بر همین که یک شخص بهتر از دیگران یا پیشوا بهتر میدونه، یا دوچه بهتر میدونه، یا رفیق استالین بیشتر بلده، و همینطور ولای ولی فقیه و امام و دیگران. هر کاری هم که اونها میکنن و مغایر با عقلانیت ماست، بگیم یک حکمتی داره، ما نمیفهمیم، ما مردم چیز بلد نیستیم. اینگونه است که سید علی خامنه ای اخیرا اشاره کرده بود که مردم توانایی تشخیص ندارن، قدرت تشخیص ندارن، امکان رصد کردن پدیده ها رو ندارن که بخوان در یک رفراندوم شرکت. حالا مسبب این مسئله خود این آقاست که فضاها رو بسته، شبکه ها رو بسته، رسانه ها، روزنامه ها، احزاب رو تعطیل کرد. اما امروز پدیده های اجتماعی از طریق این تکنولوژی در دسترس مردم و اتفاقا خیلی از اونها بهتر تشخیص میدن که جامعه در حال انحطاط، فقر بیداد میکنه، مشکلات عدیده ای وجود داره، و اون کسی که متوجه نیست خود این آقاست. شما دیدید در جریان بحث واکسن حکم این شخص که البته نه تخصصی در این زمینه پزشکی داره و نه از متخصصان صاحب نظر هم میتونه استفاده بکنه، ولی چون نگاه ایدئولوژیک داشت که واکسن های امریکایی انگلیسی وارد نشه، و ما دیدیم چه اندازه عزیزانی رو ما از دست دادیم فقط به خاطر سوء مدیریت این شخص. بنابراین طبیعی است که از ذیل عناوینی مثل تقدس حاکم و تقدس حکم شما رعیت بیرون خواهید آمد. دیگه شهروند نداره، مؤمن بیرون میه، مستقل دیگه کسی نیست، باید ایمان و اطاعت خودش رو نشان. و در درون این رعیت بودن مردم هست که ما دیگه بحث شهروندی نداریم، فقط خدمت به حاکم معنا داره. رعیت یعنی کسی که فرمانبره، اطاعت. در کنار این مسئله حاکمان سعی کردن در زمانهای مختلف هویت مردم رو هم سرد، یعنی مردمی متنوع و متکثر، چه از نظر اعتقادات مذهبی، چه از نظر قوم، زبان، گرایش های مختلف فکری و جنسی، همگی تحت عنوان رعیت مجبور به اطاعت شد. اطاعت از آن چیزی که حاکم دوست داشت و اون رو هویت مردم کرد. ما این رو در گذشتم داشتیم، یکی از مشکلات عمده ایران باستان هم همین، به خصوص در دورانی که ساسانیان با استفاده از آیین زرتشت سعی کردن یه هویت واحد به مردم، هرچند تکثر وجود داشت، یک امپراتوری بزرگ در درون خودش تکثر زیادی بود. در دوران آمدن اسلام هم داستان همین شد، یعنی این بار هم خلفای اسلامی سعی کردن هویت اسلامی به مردم بدن. خب شما وقتی میخواید هویت اسلامی به مردم بدید و اون رو برجسته بکنید به عنوان بخشی از هویت یک انسان که اعتقادات دینیش باشه، مجبور به حذف هویت‌های دیگر او هستید، به خصوص اون هویت‌هایی که با شما
و اندیشه شما تضاد و تقابل. یعنی اگر من یک بت پرست باشم و اسلام بت پرستی رو به رسمیت نشناسه، گردن من رو میزنه، مگر اینکه من هویت جدیدی از نظر مذهبی به خودم بگیرم و مسلمان بشم. اگر زرتشتی هستم، اگر مسیحی هستم، اگر یهودی هستم، اسلام قوانین جزیه رو بر من تحمیل میکنه که من باید مالی بدم که جانم حفظ بشه و در خفت و خالی باشه. به برخی از مناسب هم حق دسترسی ندارم. خب طبیعی است این نفی هویت من، فشارهایی که بر اساس یک هویت دینی داره بر من وارد میشه، من رو به عنوان یک شهروند نمیشناسه. شما در آلمان نازی هم نگاه بکنید، تمام هویت یک گروهی به یهودی بودن اون آورد، یعنی چون یهودی هستن این گونه. حالا ممکن بود اون یهودی شهروند خوبی باشه، داره تو اون جامعه اندیشه تولید میکنه، ثروت تولید میکنه، امکانات مختلفی رو در اختیار شهروندان آلمان قرار میده، ولی چون نازی ها به دنبال یک هویت سازی جدید هستن، آن بخشی از هویت گروهی از جامعه که براشون مناسب نیست رو به عنوان کلیت در نظر میگیرن و تمام اون عناصر و مؤلفه‌های دیگر هویت بخشی به انسان رو نادیده میگیرن. در اسلام همین پدیده رخ داد، پدیده‌ای که من به اون یکسان سازی نام میذارم. به ظاهر شما یک جامعه هم بسته میبینید، یک دست میبینید، اما اون یکسان سازی است، نه همبستگی ملی. همبستگی ملی در پرتو تکثر و تنوع. شما امروزه در ایالات متحده همبستگی می بینید، گرایشات مختلف فکری وجود دارد، از نظر اقتصادی طبقات مختلف وجود دارد، از نظر شغلی، از نظر جنسیتی، انواع و اقسام تکثر و تنوع وجود داره. اما جامعه همبسته است، پیرامون حق شهروند که حق همه انسان ها لحاظ میشه، چون انسان هست، چون داره اندیشه هست، چون داره تفکر هست. اما مجتمعا در حال خدمت به جامعه امریکا هست، در اروپا هم همین. اما در ایران ما اینجوری نیست. در ایران ما اهل سنت داره هویت خودشون نیستن، اگر باشن تبعیض بر اون هست. کردها، لورها، ترکها، اقوام مختلف دارای هویت نیستن، بلکه باید ذوب بشن در قوانین خاص حکومتی. بیدینان، خدا ناباوران از نظر این ایدئولوژی اسلامی اصلا هویتی نداره، نه محدود و دم کسانی هستن که هیچ حقی نداره. زنان داره حقی نیستن چون تابع مردان و از اون طرف اسلام هست. هویت زن بر اساس اون مؤلفه‌های دینیش و اون حکومت هم سعی میکنه اون ایدئولوژی خودش رو در درون اون جامعه تحمیل بکنه، بگه بقیه هویت رو باید کنار بذاره چون اصل این هویت دینیه. در شوروی کمونیستی هم همین، جایی که طبقات تعیین کننده هویت بود، شما مربوط به طبقه پرولتاریا هستی یا نه، اگه بودید خب، اما اگه نبودید از شما به عنوان کسانی که در صدد نابودی جامعه هستید، به استثمار کشاندن مردم هستید، به دنبال کسب ابزار تولید هستید، سرمایه ها رو در اختیار خودتون میخواید بگیرید، مذموم بود. یعنی شاخصه تعیین روابط در شوروی کمونیستی طبقات بود. در آلمان نازی نژاد، در ایران ولایت فقیه اسلام شیعی است، در گذشته ناسیونالیسم، مدرنیسم. بنابراین یک مشکل عمده ما این است که وقتی انسانها به عنوان رعیت و فرمانبردار شناخته بشن، طبیعی است که حاکم یا اون ایدئولوژی سعی میکنه یه بخش های هویت، بخش زندگی انسان رو به عنوان کل در نظر بگیره، یا او رو تایید بکنه یا حذفش بکنه، ردش بکنه. و امروز هم شما شعارهای مختلف ببینید، شعارهایی که مرگ بر این مرگ بر آن رو سر می، در حالی که عجیب این شعارها که هیچ کدام اینها مانع درستی برای رسیدن به یک ایران خوب برای ما ایجاد نمی کنه. همینا موانع است، مانع همبستگی هست.
ما زمانی میتونیم حرکت درستی داشته باشیم که چه در مقام حاکم و چه در مقام محکوم یا مردم و شهروند بپذیریم تکثر آرا و عقاید و بدونیم در یک جامعه همین ها در کنار هم میتونن کمک. فقط گرایش سیاسی و فکری یک نفر که چپ هست دلیل برای این نیست که او خائن به ایران. دلیل گرایش فکری یک شخص که راست هست یا به نوعی طرفدار یک نظام خاصی است دلیل برای این نیست که او ایران دوسته، بلکه مسئله باید کمی عمیق‌تر بررسی بشه و آن اینکه امروز از این تضارب آرا و تنوع ها هست که همبستگی ملی پیش میاد و یک حکومت خوب حکومتی است که بدون همبستگی ملی ایجاد کنه، نه اینکه سرکوب بکنه که یکسان سازی رخ بده. من علاقه همه بچه های خودم رو حذف کنم در درون خانواده که همه مثل من فکر کنن و بعد لذت ببرن که ببینید همه یکسان فکر کنن. بله همه یکسان فکر کنن. اما عواقب و خطرات بسیار زیاد یکسان سازی، اون یکسان سازی سبب میشه که تنوع و تکثر وجود نداشته باشه، خلاقیت وجود نداشته باشه، یادگیری از دیگران و آزمون و تجربه دیگران که به ما کمک میکنه که کدوم راه بهتر است و کدوم راه بدتر وجود نداشته باشه. ما باید در امر حکومتی و سیاسی این شعارهای مرگ بر این و مرگ بر آن رو برداریم. اگر به دموکراسی معتقد، اگر به آزادی های بیان معتقد و از همه مهمتر اگر به همبستگی ملی مدن، جامعه ایران یک جامعه متکثر است. حکومت هایی که این تنوع و تکثر رو ندیدن، لحاظ نکردن، محکوم بشن. پدیده یکسانسازی امروز در این جهان متنوع و متکثر میتونه اسباب مشکل برای حکومت فراهم بود. حالا ممکنه این رو هم در قوانین بگنجونه، اما باز هم حالت انقلابی بر مردم حکومت خواهد، چون شما نمیتونید به راحتی هویت های مختلف مردم رو، اون عناصر هویت ساز مردم رو نفی بکنید. این اشتباهی بود که کارل مارکس هم انجام داد. کارگران جهان متحد شد، گویی فقط یک شغل یا یک طبقه میتونه اسباب اتحاد همه مردم رو فراهم بکنه، در حالی که نه، این بوده نیست. کارگری که در ژاپن یا چین کارگری میکنه هویت دیگری هم داره، ارزش‌های دیگری هم داره، نقش‌های دیگری هم داره که الزاماً فقط کار او رو متحد نمی‌کنه. یا ای هم نژادان متحد شد. شما دیدید خیلی از این کشورهای منطقه ما از همین ابعاد استفاده می‌کنه برای دامن زدن به بحث‌های نژادی. یا ای مذهبی ها، ای شیعیان با هم متحد شد. شما دیدید روح الله خمینی زمانی که در ایران به قدرت رسید از شیعیان عراق خواست که در برابر حکومت صدام قیام بود، چون او از نظر خودش هویت رو در شیعی بودن مردم می، یعنی فکر کرد اگر یه عراقی شیعه هست همون کاری رو میکنه که او میخواد. اما دیدیم نشد. در جنگ ایران و عراق بسیاری از کسانی که سربازان عراقی بودن شیعه بود. بنابراین هویت انسان مؤلفه های متعددی داره که باعث میشه او با هم عقیده خودش در آن سوی مرزها هم بجنگه. حالا او هم شیعه است، این هم شیعه است، او از کربلا آمده، او یکی از مشهد آمده، ولی در برابر هم قرار میگیرن. چرا قرار میگیرن؟ چرا اون عناصر مذهبی باعث اتحاد اونها نشد؟ چون فقط مذهب هویت ساز نیست، عناصر دیگری هم وجود داره که هویت میسازن. و یه دیکتاتوری مثل آقای خمینی نمیدانه اینها رو، فکر میکنه جهان هنوز جهان ایدئولوژیکه، انسان ها همه یک فکر کنن، یک هویت دارن یا یک عنصر هویتی دارن، این گونه بگیم بهتر، یک عنصر هویت ساز داره و اون مذهبه و اون نژاده و اون قومیته و اون جنسیته، در حالی که این گونه نیست. امروز هم مشکل بزرگ ما این است که یکسان سازی فکر کنه، نه همانه هم بستگی می. اگر این هنر رو داشته باشیم که در همبستگی ملی گروه های مختلف رو به رسمیت بشناسیم، احزاب رو به رسمیت بشناسیم، ایدئولوژی ها رو به رسمیت بشناسیم، مهم. شما در ادبیات سیاسی امروز نگاه کنید، گروهی راستگرایان رو فاشیست،
گروهی چپگرایان خائن به وطن و نمیدونم جهان وطن و انواع اقسام اینها، در حالی که هر کدام از اینها مؤلفه های بسیار گسترده و فربه است، مؤلفه های گشادی است. یعنی شما نمیتونید چپ رو فقط کمونیست بدونید، شما نمیتونید راست رو فقط فاشیست بدونید. وقتی نگاه ما متاسفانه ایدئولوژیک میشه برای طرد و نفی و رد دیگری از هر عنوانی استفاده، برامون هم اصلا مهم نیست که چه اثرات مخربی در جامعه میگذاره. در درون پذیرش یک ایدئولوژی هست که شما میتونید احزاب تشکیل بدید. شما فرض کنید ایران آینده ما، اگر قصدتون اینه که ایران دیکتاتوری باشه که خب هیچ، اما اگر واقعا به دنبال ایجاد یک ایران دموکراتیک هستید، باید بدان همه ی گرایش های فکری باید آزاد باشه. در دل اون گرایش ها هست که احزاب سیاسی شکل، یک چپ، یک راست، یک اسلامگرا، هر کسی وقتی عقیده ای رو داره، اون افرادی که پیرامون اون عقیده متحد هستن تشکیل احزاب میدن، تشکیل جامعه مدنی. اما ذیل قانون فعالیت، یعنی اسلامگرایی نمیتونن بگن نه خیر ما دموکراسی رو قبول نداریم اما ما رو هم به بازی بگیم. یک چپ بگه نه خیر من میخوام کارهای نظامی انجام بدم، میلیشی های خودم رو دارم، کارهای تسلیحاتی انجام بدم، مبارزه مسلحانه بکنم، من رو به رسمیت بشناسید. هی چون ابزار اونها مغایر با دموکراسی است. دموکراسی یعنی که شما ایدهاتون رو بگید در قالب آزادی بیان، تشکل احزاب، ایجاد رسانه ها، میتینگ های مختلف، تبیین گفتمان خود، و بعد صندوق های رأی مشخص میکنه که مردم کدوم اندیشه را قبول دارن، کدوم فکر را قبول دارن. و این نیازمند این است که شما از یک اندیشه آزاد و دموکراتیک برخوردار باشید، یعنی بپذیرید که اندیشه های دیگر اگر مخرب هستن نباید حذفشون هم کرد، بلکه باید حرفشون رو بزنن، شما اونها رو به نقد بکشید، زیر سوال ببرید. در جهان غرب هم همین کارن. از دل اون احزاب شکل جامعه مدنی شکل، تضاد و گفتگوهای اونهاست که در سطح کلان اون قدرت مفاهمه رو ایجاد میکنه، تفهیم و تفاهم رو ایجاد میکنه. و این عرصه عمومی هست که موجب رشد مردم یک جامعه میشه، نه عرصه خصوصی. اینکه یک دیکتاتوری در اتاق خودش نشسته با دو سه نفر از نزدیکان خودش مشورت میکنه، سرنوشت 80 میلیون انسان رو مشخص میکنه بدون اینکه اندیشه چکشکاری بشه، نقد و بررسی بشه. در جهان غرب این کار در جامعه مدنی در افکار عمومی نشون داده میشه. آقای بایدن نمیره در یک گوشه بنشینه و راحت تصمیم بگیره، چون میدونه اگر تصمیم شخصی باشه همون افکار عمومی در برابرش میسته، احزاب و گروه ها در برابرش میستن، رسانه ها اون رو راحت رها نخواهند. اما در ایران این گونه نیست، چون فرهنگ سیاسی حاکم برای این است که مردم رعیت، نه قدرت دارن، نه توانایی دارن و نه امکانه بررسی پدیده های سیاسی اجتماعی رو دارن، بنابراین خودم تصمیم. خیلی هم اگر لطف داشته باشم از دو سه نفر از مشاوران مطلوب خودم بخوام. در نتیجه در این یکسان سازی است که متاسفانه پدیده های انقلابی رو مردمی که سرکوب میشن، بخشی از هویت ها برجسته میشه، بخشی از هویت ها غالب میشه، مناسبات سیاسی رو میسازه و بقیه عناصر هویت ساز نفی میشن. امروز زنان ما برای چی قصد قیام دارن؟ چون بسیاری از جنبه های هویتی اونها شناخته نشده، به رسمیت شناخته نشده، مورد پذیرش قرار نگرفت، چون اسلام به عنوان ایدئولوژی و تفکر غالب جامعه ما که روح خودش رو در قوانین و جاهای نشان داده، زن رو حساب نکرده به عنوان یک شهر، به عنوان یک انسان محترم و داره. بنابراین در آینده میبایستی در پرتو شهروندی همبستگی ملی ایجاد و نه اینکه فکر کنیم مردم رعیت هم و نیاز به یکسان سازی. عنصر دیگری که حاکمان از اون بهره میبرند و جزء
ویژگی های حکومت هایی بوده که ما با او روبرو بودیم، استیلای حاکمان بر منابع قدرت، یعنی چیزی که مردم در اختیار نداشتند و حاکمان از اون بهره بردند. امروز این منابع قدرت در جهان غرب یا دست مردم یا تحت نظارت مردم، اما در جامعه ما در امر سیاسی بوده نبود. مردم هیچ وقت منابع قدرت رو در اختیار نداشتند، از اون بهره من نبودن. از این منابع قدرت که ما میتونیم بهره برداری کنیم، یکی از اونها دانش، یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت ساز. آنچه که در جهان حتی گذشته و باستانی ما هم رخ میداد این بود که حاکمان دانستند نمیتوانند الزاماً و همیشگی با شمشیر بر مردم حکومت نشدنی است. بنابراین باید طرحی بیافکنند که مردم به نوعی به اتوریته اونها، به حکمرانی اونها یک مشروعیت بدن، یعنی با رضایت خودشون بپذیرن که این شخص حاکم بر ماست، این احکام میتونه بر ما حکومت. بنابراین بحث دانش رو مطرح به عنوان یکی از مبانی قدرت ساز، و اندیشمندانی مثل فوکو و دیگران بهش پرداختن، اما سابقه استفاده از این مسئله در گذشتم. در جهان اسلام شما میدانید گروه هایی بودند که مدارس عظیم تأسیس کردند، مثلا فاطمیون مصر. فاطمیون مصر شیعه بوده اما بر یک سرزمین که اهل سنت بودند حاکم شد. خب آیا می توانند همیشه با شمشیر بر اونها حکومت کنند؟ دیدن نه، نشدنی است، بلکه باید یک مکانیزمی ایجاد کرد که مردم مشروعیت حکومت ما رو بپذیرند، قبول بکنند که ما حق حکومت بر اونها رو داریم و این قوانینی که ما میآوریم بهترین قوانین. خب چه بکنیم؟ از طریق ایجاد مدارس خاص که بتونه این دانش رو تئوریک و از یک کانال خاصی به مردم، در کنارش هم کادرهای خودش رو تربیت بکنه، معلمین، دانش آموزان و گروه های مختلفی که وقتی گذر زمان نشان بده اونها بالغ شدن، به عنوان نخبگان اون جامعه تن میدن به اون مکانیزم. به همین دلیل جامعه الازهر مصر رو ساخت. در جهان تشیع هم همین وجود داشت. حوزه علمیه نجف با حرکت هایی که شیعیان از بغداد کردن به طرف نجف، خصوص محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفه، و حمایت آل بویه، از اون مدارس رونق گرفت، چون ایدئولوژی خاصی رو میساخت، پرورش میداد. جالب این هست که در دوران سلجوقیان حاجه نظام الملک هم همین کار رو کرد و نظامیه آن زمان رو ساخت که بتونه قدرت و استیلای حکومت رو بر اساس دانش توجیه بکنه که چرا این خلفا حق حکومت بر مردم رو دارن، این پادشاهان حق حکومت بر مردم رو دارن، این فرماندهان حق حکومت دارن و چرا فقه ما بهتر است. اینا مسائل بسیار مهم نیست، ما غفلت کردیم از اون. حوزه علمی قم هم در همین داستان است. حوزه علمی اصفهان در زمان صفویه رونق گرفت، ساخته شد، در حالی که زمانی که شاه اسماعیل آمد هیچ ایدئولوژی نداشت. او با شمشیر توانست ایران رو فتح بکنه، ایران رو یک دست بکنه. آنهایی هم که مخالف بودن یا کشته شدن یا به سرزمین های هند و جایی دیگه. اما اونها خوب میدونستن که نمیشه همیشه با شمشیر مردم رو سرکوب کرد، باید یه مشروعیتی ساخت. به همین دلیل در زمان شاه الماس شما میبینید علمای بزرگی از جبل عامر و مناطق دیگر شیعه نشین به ایران آمد که برای اونها تولید دانش بود، دانش خاصی که مطلوب دستگاه حکومته، و این دانش خاص مردم رو تحت انقیاد قرار. شما طلاب و گروه های مختلف رو در اون مدارس پرورش میدید، کتاب های مختلف مینویسید، این طلاب رو به مناطق مختلف ایران میفرستید، اونها بر روی منبرها میگن به جان پادشاه ما یعنی شاه طهماسب و دیگران دعا، به جان دودمان صفویه دعا، و مردم احساس میکنن که خب بله عیدی هستن،
چون این مشروعیتی رو داره، خودشون رو به اعقاب امامان شیعه میرسون. خب چه بکنیم؟ ما که توانایی قیام بر اونا رو نیم. بنابراین دانش قدرت ایجاد میکنه و این رو خیلی از حاکمان فهمیدن که نمیشه با شمشیر بر مردم بکنه، بلکه باید مدارس خاص خودمون رو بسازیم. امروز هم کمک های زیادی که از طریق جمهوری اسلامی به مراکز دینی و مراکز ایدئولوژیک میشه از همین راستاست، چون اونا معتقد هستن ما با ایجاد این دارالاسلامی ها میتونیم دانش تولید بکنیم، دانشی که دیگران رو، اندیشه های دیگران رو ناموجه و اندیشه های ما رو موجه کنه. دومین منبع قدرت ارتش، نیروی نظامی است، نیرویی که همیشه در اختیار مردم، ببخشید در اختیار حاکمان، حالا در گذشته بیشتر در اختیار مردم، اما اون مشروعیت اولیه موجب میشد که حاکم، چون ما ارتش کلاسیک نداشتیم، ارتش منظم نداشتیم تا زمان رضا شاه، نیروها در اختیار عشایر بود، گروههای مختلف بود، اما به دلیل مکانیزم های دیگری که من عرض خواهم کرد در آینده، اونها موظف میشدن سربازان خودشون در اختیار حاکم قرار بدن. این در اون ساختار پاتریمونیالیستی وجود داشت، گروه های پراکنده ای که در برابر حکومت سر تعذیب بود. از زمان ساخت ارتش مدرن ایران هم همین داستان، یعنی ارتش در راستای خدمات حاکم بود نه مردم، هر کجا مردم سخنی بگن ارتش اونها رو سرکوب کنه. دفاع از سرزمین هم در همین راست. امروز هم جمهوری اسلامی سپاه مختص خودش رو داره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی سپاهی که نیروی مسلحی که کارش پاسداری است یک انقلابی است که خب حاکمانش هم مشخص، حتی به این هم اکتفا نکرد، بلکه سعی داره از شبه نظامیان خاص خودش در منطقه هم بهره ببره، اونها رو بسازه، حزب الله لبنان گرفته تا امروز که گروههای مثل حشد الشعبی و دیگران، چون داشتن این منابع استیلا و سلطه به اونها قدرت میده یا قدرت اونها تضمین میکنه. بنابراین ارتشی که مردمی نباشه و مکتبی باشه مهمترین مشکل است. در زمان دوران پهلوی ارتش ما مکتبی نبود، اما در یک راستای خاصی حرکت میکنه، اما امروز ما داره سپاه مکتبی هست. هرچند عرض کردم هویت خیلی از این گروه ها متنوع، اما حکومت ها سعی میکنن ارتش مختص خودش رو بسازن. در رژیم گذشتم همین ارتش تابع شخص شاه، امروز سپاه تابع ولایت فقیه، و در آینده باید ارتش یک قدرت مستقلی داشته باشه که نه مکتب نه یک شخص بر او حاکم باشه. چون یکی از منابع قدرت نیروهای نظامی است که این نیروی نظامی باید در راستای حفظ کشور و شهروندان اون کشور باشه، نه در خدمت یک آقا یا یک گروه خاص ایدئولوژی. موارد دیگری هم وجود داره که با توجه به اتمام برنامه نمیرسیم به اونها برسیم، اما در نوبت بعد برنامه آینده اون خواهم پرداخت. مطالب بسیار مهمی است در مورد حکومت و جنبه های خاصی که این حکومت خواهد داشت. ممنونم از شبکه پارس و جناب شهرتی عزیز، تا فرصتی دیگر بدرود. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و
و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. خواستم تشکر کنم از شما. اون جیول بیزی که ما اوردر کردیم هفته پیش رسید و working very well. خواستم تشکر کنم از شما. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31. از شبکه جهانی تلویزیون پارس. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت جیل ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن جیل ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن جیل ویز برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. خط تماس با تلفن‌های منزل و موبایل در تمامی شهرهای ایران می توانید از اپلیکیشن جیل تاک استفاده کنید. اکنون در تمام دنیا جیل تاک جایگزین کارت‌های تلفن سابق شده، تنها راه ارتباطی مطمئن با ایران می باشد. برای این منظور ابتدا اپلیکیشن جیل تاک را از اپستور خود پیدا کرده و نصب کنید. با انتخاب این گزینه در قسمت پلنز، گزینه پی از یو تاک پاپ اپ را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر خود را خرید کنید. باید در نظر داشته باشید که تنها راه خرید شارژ در تلفن‌های iOS پرداخت از طریق اپل پی می باشد. مطمئن شوید که کارت اعتباری موجود در اپل پی شما معتبر است. اگر هم تلفن اندروید استفاده می کنید، قبل از خرید حساب پیپل خود را تشکیل دهید، چرا که پیپل تنها راه خرید شارژ می باشد. مانده اعتبار شما همواره در بالای صفحه مشخص خواهد بود. شما می توانید قبل از تماس نرخ مکالمات را در قسمت ریت چکر ببینید. در ضمن زمان امکان مکالمه با توجه به موجودی اعتبار شما در اینجا دیده می شود. اکنون با استفاده از صفحه شماره گیری، پس از وارد کردن کد کشور و شهر مورد نظرتان، شماره تلفن دلخواهتان را بگیرید.
ریل تاک ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه ارتباط با عزیزانتان. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. خواستم تشکر کنم بابت دستگاه GLBiz. من بسیار راضی بودم، حتی برای مادر و یکی از دوستانم تهیه کردم. یک دنیا تشکر از این GLBiz که از شما خریدین. خیلی خیلی ممنونم ازتون. بسیار عالی، خوب. یک دنیا تشکر. اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنا به آخرین گزارش، با پرداخت $79 در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Till تماس حاصل نمایید. Magic Till، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست است. در برنامه امروز یه برنامه ویژه است، برنامه ویژه گپ خودمانی با ستاره دلدار. برنامه است از اروپا، سفری که به اروپا داشتم برای همین تهیه یک ساعت برنامه که امروز در خدمتتون خواهم بود. عجایب و غرایب زیادی در اروپا من شاهدش بودم. خیلی چیزا عوض شده، خیلی چیزا عوض شده، ولی که در واقع اون چیزی که عوض نشده مذهب و سیاسته. این دوتا عوض نشدن و زندگی مردم، نوع زندگی مردم عوض شد. بذارید از مذهب صحبت رو کنم. شما همش صحبت از جمهوری اسلامی میکنیم و آخونده و ملاها و از این صحبت ها که مملکت ما رو به این روز سیاه رسوندن و کشوندن، غافل از این که بقیه مذاهب همینه و از مسیحیتش گرفته تا